عرض ادب دارم. نشریه وزین دفتر هنر که به همت بیژن اسدی پور سال یک بار منتشر میشه، هر سال نشریه رو اختصاص میده به یک موضوع و یا یک شخصیت. در حقیقت دائره المعارفی کامل از اون موضوع و یا اون شخصیت رو به طور خصوصی عرضه میکنه. امسال نوبت نشریات توفیقه. بیژن اسدی پور از من خواست که ویدئوی تصویر توفیق رو برای او بسازم. بدیهی است در این ویدیو آنچرا که شما میبینید فقط مسائلی است که به نشریات توفیق مربوطه و به دیگر نشریات، طنز نویسان و مسائل کمدی یا طنز در ایران اشاره‌ای نمی‌کنه. در ادبیات طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منصور ادبی گفته میشه که اشتباهات یا جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی و حتی تفکرات فلسفی رو به شیوهی خنده‌دار به چالش میکشه. طنز چیست؟ چگونه بشناسیمش؟ توفیق در کجا قرار داره؟ برای دریافت این مسائل به سراغ پیر مطبوعات ایران میروم. طنز یکی از قدیمی ترین، شاید قدیمی ترین همزاد شعر و نثر فارسیه. از فردوسی تا عبید تا سعدی تا حافظ، هر شاعر و نویسنده کلاسیکی رو که میبینید و هر کتاب مشهوری رو که میبینید درباره طنز سخن گفته یا از طنز سخن گفته. طنز سلاح برنده‌ای بوده از صدها سال پیش تا به امروز و به این لحاظ از اهمیت و ارزش خاصی در شعر و ادب فارسی برخوردار و به قدری عمق داره و ژرفا و رسالت داره که حتی مقایسه میشه با شعر سعدی. وقتی راجع به طنز سخن میگه همون اطلاعی رو داره، وقتی شعر طنزآمیز میگه همون ارزش و ارجی رو داره که غزلش داره. و به این لحاظ در طی این هزار سال طنز همیشه تازه بود و شفاف. هنوز شما عبید زاکان رو که میخونید میبینید چقدر تیرش دقیق به هدف میخوره. آیا عبید زاکانی دقیقا تیرش بر هدف میخورد؟ طنز تفکر برانگیزه، ماهیتی پیچیده و چند لایه داره. اگرچه طبیعتش بر خنده استواره، ولی خنده رو تنها وسیله‌ای میتونه برای رسیدن به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق رسالت‌ها. طنز در ظاهر میخندونه، اما در پس این خنده واقعیتی تلخ و وحشتناک وجود داره، واقعیتی که طنز رو در عمق میشکافه و اون رو خشک میکنه و اون وقته که انسان رو به تفکر وامی داره. برای همینه که گفتن طنز یعنی گریه کردن، قاه قاه. طنز یعنی خنده کردن، آه آه. آیا ما طنز رو میشناسیم؟ آیا برای طنازها احترامی قائلیم؟ مردم ایران به طنازی معروفن. شما ملاحظه کنید دوران انقلاب رو تا به امروز، این شعارهای کوتاه و موجزی که از زبان آدمهای ناشناخته گفته شده، رو دیوارا نوشته شده، زبان به زبان گشته، چقدر اهمیت داره، چقدر لطیفه،
چقدر انسان رو به وجد میاره. خب اینا همه نشانه اینه که مردم ایران تنازن و اون وقت اگر از بین اینا یک کسی در بیاد که روزنامه طنز داره چقدر اهمیت داره. در طول زمان روزنامه های متعدد طنز در اومده، متعدد، اما هیچ کدوم اونها، حتی روزنامه مثل بابا شمل با اون شکوه و صلابتش، قدرت توفیق رو پیدا نکرد. چرا؟ توفیق اصالت و نجابت و اخلاق سرلوحه هدف روزنامه‌اش بود. توفیق یک پایگاه مردمی ساخته. مردم وقتی اعتماد میکنن، مسلم بدونید که اون پدیده توفیق پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، عمر جاودان پیدا میکنه، گرچه منتشر نشه. ببینید سالهای سال توفیق در نیامده، ولی به محض اینکه نام توفیق گفته میشه همه صدای آشنا میشنوند، همه یک روزنامه بزرگ موندگار میشناسند و این حتی جوان ها، و این نشانه قدرت توفیق بود. و این قدرت سبب شد که هم مردم جذب بشن، تیراژ وسیع پیدا کنه و در همون ساعات اول پخش نایاب بشه، و هم شاعران متعدد به اون راه پیدا کنه. هیچ کس نمیتونه این سخن رو بگه که شاعری بوده در ایران که شهرت داشته، اعتبار داشته، راهی به توفیق نداشته. از غزل سرا گرفته تا قصیده سرا تا شاعر فولکلوریک. بنابراین به راستی این تونست یک لشکر عظیم، یک سپاه بزرگ رو بسیج کنه و ارتباطش رو چنان حفظ کنه با مردم که بترسن توقیفش کنه. توفیق به تناسب پرخاشجویی که داشت توقیف نشد، مورد آزار و اجزا واقع میشد، اعتراض میکردن، اما توقیف نمیشد. چرا؟ برای اینکه میترسیدن، از افکار عمومی میترسیدن. اون روزی هم که توقیف شد، بعد از مدت ها که روزنامه های دیگه و مجله های دیگه توقیف شد، اون روزی هم که توقیف شد، نخست وزیر تمام قدرت خودش رو گذاشت برای اینکه اون توقیف بشه، تمام قدرت خودش، یعنی در حقیقت لجاج کرد با مردم، لجاج کرد با توفیق که پیوسته در نقاط مختلف به تحسین و ستایشش میپرداخت. بنابراین به نظر من یک شاهکار این روزنامه و یادگار بزرگی و قابل مقایسه است با بزرگترین روزنامه های طنز جهان، و تا ابد نامش زنده خواهد ماند، چرا که نشأت گرفته از عدالت جویی، آزادی خواهی و خرد و مردمی است. فرهنگ فرهی آنچرا که شایسته نشریات توفیق بود گفت. طنز هنری است که عدم تناسبات رو در عرصه های مختلف اجتماعی که در ظاهر متناسب به نظر میرسن کشف میکنه و نشون میده، و این خودش مایه خنده میشه. هنر طنز پرداز کشف و بیان هنرمندانه و شناخت عدم تناسب در این نامتناسب هاست. نشریه توفیق در این راه خودش رو دومی میدونست، ولی نشریه توفیق اولی هایی هم دارد. اولی ها کیا بودند؟ موسیقی
چند تایی از این اولی ها رو پیدا کردم و به سراغشون رفتم تا خودشون درباره مجله محبوبشون صحبت بکنند. من فکر میکنم توفیقم یکی از اون مجله ای بود که در عین حال که معلم یک جامعه بود راهگشا بود و نه مثلا یک بگم نیشدار و آزار دهنده، و در عین حال برانگیزنده بود. آزار با برانگیختن فرق داره. شما یک کلمه میگی منو میآزاری، ولی یک کلمه میگی منو بیدار میکنی، منو برمیانگیزی، منو به تفکر وا میداری. فرق داره با آزار دادن من. بنابراین اون آزار نمیداد، با واقعا هم یک چراغ راه هدایت بود. من از همون دوران جوانی میتونم بگم کلاس 3 و 4 ابتدایی علاقمند به کار روزنامه نویسی بودم. چرا؟ برای اینکه در اون دوران روزنامه فکاهی به نام روزنامه امید چاپ میشد و من روزها خونم تو لاله‌زار بود، وقتی که میامدم از مدرسه به خونه برم میشنیدم که روزنامه فروش میگه اطلاعات و امید، ایران و اقدام. من میخواستم بدونم که این امید چی هست. یک روز یک شماره امید گرفتم، یادم زمستون سختی هم بود، برف شدیدی هم میامد، رفتم زیر کرسی شروع کردم به خوندن. کلاس چهارم ابتدایی بودم. خیلی لذت بردم از مقالات این روزنامه، البته به درستی نمیتونستم بخونم، یه مقدار احتیاج به تعمق داشتم، یه مقدار بود از خواهر بزرگم معنی کلمات رو میپرسیدم. به هر حال خوشم آمد و مرتب این روزنامه رو میخریدم. چندین سال گذشت تا بالاخره من به کلاس هفتم رسیدم. بعد در اون موقع روزنامه امید تعطیل شده بود و به جاش روزنامه توفیق به مدیریت مرحوم حسینی توفیق به صورت فکاهی منتشر شد. یه روزی با خودم فکر کردم که اگر من شعری بسازم و برای این روزنامه بفرستم آیا چاپ خواهد شد؟ با ناامیدی شعری ساختم، تضمینی بود از غزل حافظ که مطلعش این است که پسه بیمغز باز آید ز سمنان غم مخور، می شود از قم نمایان روی سوهان غم مخور. خب این شعر رو من با پست فرستادم برای روزنامه توفیق و هفته بعد با کمال تعجب دیدم که بله این شعر چاپ شد. نتیجتاً تشویق شدم و چندین شعر دیگه و همراه با چند کاریکاتور که خودم میکشیدم اوائل فرستادم برای توفیق، باز دیدم که اینها هم چاپ شد. تا بالاخره یک روزی که خودم سوار دوچرخه بودم رفتم به سنگلج دفتر روزنامه توفیق که این پاکت مطالب رو بندازم علای در، تو یک مرتبه در باز شد. حسین توفیق یه پیرمردی بود با موی سفید و قد کوتاه، دست منو گرفت، آقا بیا تو، بیا تو. ما رفتیم تو، بعد گفت آقا شما فلانی نیستی؟ بودم چرا؟ گفت چرا خودتو ما نشون نمیدی؟ ما میخوام ببینیم این کسی که اینا رو میسازه کیه. گفتم والا من آخه شاگرد مدرسه هستم و خجالت میکشیدم. گفتن خجالت نداره، شما بهتر که فردا میرید در جلسه توفیق و با نویسندگان ما آشنا میشید. من فرداش که چهارشنبه بود به جلسه توفیق رفتم، دیدم کوچکترین آدمی که اونجا هست سنش 23 ساله که اون شادروان ابوالقاسم حالت بود، من اون موقع 13-14 سالم بیشتر بود. به هر حال از اونجا علاقمند شدم به این کار و ندیشتن در 1319 یا 20 فکر کنم اوایل 20 بود اولین تصنیف فکاهی رو به نام دیشب تو لاله‌زار می‌رفتم از کنار برای مجید محسنی ساختم که مجید محسنی جلوی پرده خوند و خیلی سوکسه پیدا. توفیق در ابتدا به نظر من یک روزنامه بود و بعد که بیشتر باش آشنا شدم دیدم که تنها یک روزنامه نیست، یک مکتبه. یک مکتبی است که یه عده زیادی از طنز پردازان و فکاهی نویسان ایرانی رو تربیت کرده و به جامعه مطبوعات تحویل داده و ما از اونا الان آثار خیلی زیادی میبینیم. ابوالقاسم حالت رو میبینیم، بیژن اسدی پور رو میبینیم، عرض شود که تعداد زیادی که اگر من اجتهادی رو مثلا میبینیم، تعداد زیادی از افرادی که نوشتن اسمشون نیازمند یک کتابچه است. این روزنامه در زندگی سیاسی مردم کشور ما بسیار مؤثر بوده و یک دیدگاه‌های تازه‌ای رو جلو مردم باز می‌کرده و مردم رو متوجه یک نکات
بسیار بسیار پیچیده ای میکرده. من در سن 9 سالگی 10 سالگی در شیراز در خونه یکی از دوستان پدرم با روزنامه توفیق آشنا شدم، غافل از اینکه قبل از اون پدر من این روزنامه رو میگرفته و ما داشتیم این رو در شهر خودمون که کازرونه. بعد از اون تاریخ دیگه من هر هفته این روزنامه رو میخوندم. اول کاریکاتورهای رنگی این روزنامه من رو جلب میکرد، چون زیاد متوجه مسائل سیاسی که مورد بحث بود نمیشدم، ولی بعدها دیدم که نه، کار توفیق تنها خواندن و خندیدن یا به خنده آوردن مردم نیست، بلکه روشن کرده یک مطالبی است که یک آدم عادی ممکنه که متوجهش نشه. چون کاریکاتور داشت، عده زیادی از افراد بی سواد هم میتونستن با مفاهیم سیاسی آشنا بشن و این خیلی مهم بود. این مهمترین نکته بود درباره روزنامه توفیق. بعدها خودم یه مدت خیلی کوتاهی با توفیق همکاری کردم و با اسامی ملای بومی و شیخ شلتوک چند تا غزل دادم. فکر میکنم که سال 42 بود، 1342 خورشیدی. دیروز و هنوز، فریدون فرهندوز. این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد. 7000 سالگان، ترانه های خیام، برگرفته از پژوهش صادق هدایت، همراه با موسیقی محمد رضا علی قلی. تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. فریدون فرهندوز، 7000 سالگان، در 2 CD هدیه فیلم اکس میدیا. تلفن 818-988-4422. سلام شازده کوچولو. شازده کوچولو داستانی خیال‌انگیز و شاعرانه است که به یادمان می‌آورد چقدر آدم‌ها مانده‌اند بی‌دوست. این آدم بزرگا راستی راستی چقدر عجیبند. حرف‌های شازده کوچولو رویای مشترک همه ی انسان هاست. شازده کوچولو اثر آنتوان دو سن اگزوپری است و سوی یونسکو عنوان 3 داستان محبوب جهان لقب گرفته. به 150 زبان ترجمه و بیش از 80 میلیون نسخه آن فروش رفته است. سهراب اخوان با همکاری گویندگان برتر و با تجربه ایرانی این داستان را به زبان فارسی به صورت نمایشنامه شنیداری به مدت 150 دقیقه بر روی 2 CD ضبط و به انضمام دفترچه نقاشی های شازده کوچولو تقدیم می کند. شازده کوچولو بهترین هدیه برای کودکان 9 تا 99 ساله است و بهترین همراه شما در اتومبیل در سفرهای طولانی. برای تهیه این اثر با ارزش و خاطر انگیز به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. تلفن 818-988-4422. شازده کوچولو دوست شماست. پلنگی که شغال قرید. 70 سال پیش در شابدلعظیم کودکی به همراه سگش زندگی و بزرگ می شود. از باغها و بازارچه و صحن بس خاطره دارد.
مرد خیالبافی روح او را تسخیر می کند و تجربه های تلخی می آموزد. به تهران رفته و به دستبندی های حزبی می گراید و بالاخره به سفر دنیا می پردازد. حوادث هیچگاه او را تنها نمی گذارد. تا بالاخره به ایران بازگشته، به شاب‌العظیم و به سراغ مرد تأثیرگذار زندگیش می رود و بقیه داستان. پلنگی که شغال قرید، داستان بلند نوشته مجید امینی. سهراب اخوان آن را به همراه موسیقی محمد رضا علی قلی به صورت داستانی شنیداری در 9 CD ضبط کرده است. برای سفارش به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. پلنگی که شغال قرید داستان کمدی درام زندگی است و نخواهید توانست نصف کار آن را رها کنید. امروزه ما ایرانی ها برای نشریات طنز و بقیه ی آثار ادبیمون ارزش بسیاری قائل هستیم. به همین علت در سراسر دنیا کنفرانس های بزرگی برگزار میشه و در باره اونها صحبت میشه، مثل کنفرانس بزرگی که در 2 پیش در سان فرانسیسکو انجام شد و در باره نشریات توفیق به صحبت نشستند. پرتراورترین و شیرین‌ترین و در این حال شجاع‌ترین نشریاتی بود که در اون زمان در ایران چاپ می‌شد و داستان هم بقاش و هم متاسفانه نابودیش یکی از داستان‌های شگفت به گمان من روزنامه نگاری تاریخ معاصر ما هست. و مهمان امشب ما آقای دکتر توفیق، یکی از در واقع مدیران این نشریه بسیار بسیار موفق بودن، چون دکتراشون رو در جامعه شناسی از دانشگاه سوربن گرفتن. تز دکتراشون در همین زمینه نقش طنز در سیاست ایران و در جامعه ایران نوشته شده، در ایران در دانشگاه در جامعه شناسی و روانشناسی تدریس میکردن، در این که مجله توفیق و نهاد توفیق رو، برای اینکه توفیق در واقع یک نهاد بود، نهادی بود که جنبه های مختلف داشت که در موردش توضیح خواهند داد. اولین کاراکتر روی جلد توفیق چیزی بود که خیلی مسئله میرسوند. این اولین روی جلد توفیقه که بعد از چند سال منتشر شد که کاکا توفیق مثل حاجی فیروزه داره میرخصه، معمولی هم میمونشه مثل لوتی انتلیا که میمونه داشتن، بعد میگه اینجا بشکرم یار گله داره، اونجا بشکرم یار گله داره. ولی یکی از ارزش‌ها و سرمایه‌های ما خواننده‌های توفیق بودن که طی سالیان دراز تربیت چون کرده بودیم و می‌فهمیدن اگه ما فه بگیم
مقصود چی هستش، فرضات یه چیز دیگه هست. و در اینجا ظاهرش از در سانسور چی نبودی، آجی فروز داره میرفت به شعر عامیانه میخونه، ولی خواننده توفیق میفهمید که یعنی که سانسور وجود داره، هر کاری با قچه بنویسم یه جور من گرفتاری پیدا میکنم. و محمودی میمونش میگفت این آدم بیچاره عجب حوصله داره، که واقعا هم بود. هم مسخره میکرد که شما چطور میخواید بدی همچین روزنامه در بیاره، از جمله دکتر مرتضی که منو مدیر کیهان دعوت کرد بود که باهاش همکاری بکنم، گفتم می نمیکنم، میخوام برم تو در بیارم. گفتش باید بگم پدر در بیاره. البته راست میگه بعد از 13-14 سال این کارو کردن، ولی ما تونستیم 13-14 سال خیلی سطح انتقال در من کرد در این بالا. یه نکته دیگه ما استفاده میکردیم، قدرت حق. حق داشتن یه قدرتی به انسان میده و یه شجاعتی که طرف و سانسورچی، وزیر اطلاعات حتی، نخست وزیر و غیره در مقابلش احساس ضعف میکنند. سانسورچی حتی به ما میگفت که آخر شب میخوند میخندید بهتر مطالب. یه فرصت از من پرسیدن که کدوم مطالب شما بوده، گفتم که اونایی که هیچ وقت شما نخوندید چون سانسور شده. میخوند سانسورچی، بعد میخندید، بعد میگفت توفیق جون آخر نمیشه، یه ضرب در روش میکشه. یه کارکتر دیگه ما داشتیم که با انتخابات برای مجلس بود و گشته بودیم آسانسورچی جهنم اسمش بود، اینجا نداریم ما. این داستان از این قرار بود، کشته بودیم جهنم مار و افعی و عقرب و اینها، آسانسور جهنم داره میره پایین، یه شیطونه و بعد یه ده توش هستند و قیافه های خیلی بد و بدکاره و اینها و کلاسیلندی هم توشه. رسیده طبقه شیشم، میگه که طبقه شیشم چاچوله بازا نمیدونم با حق بازا کلک ها ایناش بیاده شم وکلا و وزاره شما بر طبقه هفتم. این کاریکاتور ما رو به صورت خیلی ابتداییش مجله بسیار محترم و معتبر نیویورکر آمریکا در روی جلدش یه چیزی شبیه کشید که با تو کتاب نقلش میکنم، نشون میده که چقدر کاریکاتور توفیق شیرین‌تر و عمیق‌تر بود. خوشبختانه انتخابات باز در میون بود، باز انتخاب میکردن زمان شریف امامی و ما باز شروع کردیم انتقاد کردن از انتخابات. که چند تا چیز مختلف، اولیش این بود که میگو هیست انتخابات بترسین ساکت باشید، بعد انتخابات دیگه ای بود که باز کاری دیگه کشته بودیم که گفته میشد آمریکا انتخابات ماشینیه، ما هم گفتیم بله انتخابات ما ماشینیه، ما منطقه کامیون سفورا رو میرزن با ماشین خواهیم. معلمین حساب کردن و ما روز معلم که اعلام کرده بودن یه کاریکاتور کشتیم، نمیشتیم روز معلم. این خود کاریکاتور این بود و منتها کردیم روز معلم سیاهه، ولی مردم تعبیراتی کردن که این چی بوده، سانسور شده. باز شانس آوردیم، شریف امامی افتاد، آمریکایی خدا پدرشون بیاوردن، امینی رو آوردن نخست وزیر، آدم پرحرف پرسوژه. و کاریکاتوری از اون کشتی بود که امینی ابروهای پهنی داشت و کاریکاتور بهش میگه که قربان اجازه بدین بالا چشمتون ابروست. بعد مجلس رو بست امینی، بعد کشیده بودیم که محمدعلی شاه که مجلس رو به تو بسته بود، دایی امینی بود، میگفت خاطر میگفت بچه حلال جده به داییش میره. دنبالش حمله به دانشگاه کردند در روز اول بهمن در زمان امینی و داغون کردند دانشگاه و دانشجوها رو. کاریکاتور کشیدیم که میبینید که یه به همه پانسمان شده و زخمی، یه نفر سالمه، استادم زخمی، میگه که تو مثل دانشجو نیستی، قیافت نمیخور به دانشجو. اینو باز توی مطبوعات لبنان من دیدم که شبیهش رو کشته بودن تو همین این هم مزمون. Thank you.
سال گذشته دکتر عباس توفیق در منزل مسکونی خودش به مناسبت 70 و چندمین سال انتشار نشریات توفیق در حقیقت جشن تولدی رو گرفتن که در این جشن خیلی از اساتید و بزرگان مطبوعات شرکت داشتند. این جشن بهانه‌ای بودش که نویسندگان توفیق، کسانی که با اسمهای مستعار می نوشتند، بهانه‌ای داشته باشند تا درد دلهاشون رو و خاطرات خودشون رو از نشریات توفیق بیان کنند، چه حضوری و چه غیابی از طریق نامه. چاپخونه رنگین یک اتاقی داشتیم که هیئت تحریریه، بخشی از هیئت تحریریه توفیق اونجا می نشست، در گوشش حسین آقای توفیق بود، بعد فرجیان که امضای شاگرد تنبل می کرد و بعد عمران صلاحی دوست عزیزم که بچه جوادیه و ابو طیاره و دیگه، اینا همه میزای کوچیکی داشتن به همین اندازه که این تریبون هست و بنده روبروی اینها میشستم و چون به مقام اونها نبودم من کشو داشتم و هر سه برادر توفیق به گردن نسل بنده و بسیاری نسل پیش از من، اینها حق بزرگ دارن، سعی کردن دست همه رو بگیرن و کمکشون باشن. ما خودمون در طی هفته یک شبی رو جلسه توفیق داشتیم که سوژه فکر میکردیم برای روی جلد توفیق یا صفحات داخلش و میخواستم اینم به عرضتون برسونم که در این جلساتی که ما داشتیم و همه بچه ها میشستن سوژه فکر میکردیم و بعد رأی‌گیری میکردیم که بهتریناش رو انتخاب بکنیم، بعد انتخاب میکردیم برای روی جلد یا پشت جلد توفیق، در هیچ کدوم از اینها ندیدم که برادران توفیق ریاست این جلسه رو داشته باشن. معمولا فرجیان که خداش بیامرزه بسیار دوست خوب همه ما بود و با امضای شاگرد تنبل امضا میکرد، فرجیان رئیس جلسه بود و سوال میکرد و سوژه رد میشد یا موافقت میشد، همه توفیقیون، عباس آقا یا حسن آقا، حسن آقا، همشون مثل یه فرد دیگه رأی میدادن. و برای کسانی مثل من که خیلی هم جوان بودم اون موقع که شروع کردم، من و صلاحی جزوه واقعا جوانترینای توفیق بودیم. یه دفعه عرض میکردم به عباس آقا که ما گاهی که میخواستن سفارش نوشابه چیزی بدن، بعدم اون مستخدم میامد که سوال بکنه، هر کسی میگفت مثلا برای من آبجو یه چیزی بگیرن، من و صلاحی میخواستیم بگیم، بعد حسین آقا میگفت برای بیژن و عمران هم دوتا شیر پاستوریزه با پستونک. نوجوان 17 ساله‌ای که کله‌ای به رنگ طالبی دارد و کوچکترین یقه دنیا به گردنش گشاد می نماید، در یک بعد از ظهر گرم تابستان سال 37 از کوچه شترداران راه می افتد و پای پیاده خودش را به خانه شماره 45 کوچه شیبانی در خیابان امیری تهران میرساند. از در سر وارد می شود، در هشتی را نیز پشت سر می گذارد و داخل هشتی دوری می زند و توی حیاط کله می کشد. حیاط بزرگ و قدیمی و خلوت است. به هشتی باز می گردد، معطل، مردد و دستپاچه است. مردی جلویش سبز می شود و می گوید برو بالا. در بالا هیئت تحلیلیه در دو اتاق تو در تو دور یک میز نسبتاً بزرگ، عده‌ای ریز و درشت، چاق و لاغر، گوش تا گوش نشسته.
نوجوان قریبانه جایی در لب پنجره رو به کوچه برای خودش دست و پا می کند. قاسم رفقا که در آن موقع هیچ معلوم نیست که قاسم رفقاست، ولی بعداً معلوم می شود که قاسم رفقاست، می گوید بچه جان مواظب باش نیفتی. بچه می گوید مواظبم. و امروز 50 سال از آن روزگار می گذرد. آن بچه همچنان مواظب است که نیفتد، نه از آن ور نه از این ور، و این چیزی است که آن را در مکتب توفیق آموخته است که روی مو راه برود و به آن سوی و این سوی نغلتد. آموخته است که روی خط قرمز بنشیند و رنگی نشود. من امروز هنگامی که در گذشته بینگرم، توفیق را نه تنها یک روزنامه فکاهی که آموزشگاهی برای طنزنویسان و پدید آورندگان و مورخان شیوه از طنزنویسی ژورنالیستی می‌بینم. از ادب دارم حضورتون. آنچه را که ملاحظه کردید، همونطوری که اول نوار گفته شد، DVD بودش که بنده به عنوان ضمیمه نشریه توفیقی که بیژن اسدی پور تهیه کرده این رو درست کرده بودم. ایشون به من اجازه دادن که این رو در برنامه خودم پخش بکنم، ولی خب این دیویدی طولانی است و بسیار زمان میبره اگر بخوایم همشو ببینیم. یعنی که اگر مایل بودید، در کتاب فروشی ها هستش، در وبسایت فیلم اکس میدیا هم میتونید اون رو داشته باشید، که البته ضمیمه نشریه دفتر هنر آقای سالانه است که در حقیقت یک دائره المعارف هر سال میده بیرون راجع به یه شخصیت یا یک مورد که در این مورد توفیق بوده. بیژن اسدی پور کار بسیار بسیار خوبی کرده و واقعا همه ازش راضی هستند. این مرد خوش اخلاق و نازنین که تمام زندگیش هنره، باید باش آشنا بشید، برید توی استودیوش ببینید او چه کار میکنه. در تمام مدتی که من این فیلم رو میساختم، او همراه من بود و به من زندگی میداد و منم خوشحالم که با او آشنا شدم. اما برای برنامه فردا شب من یک فیلم خیلی خاص دارم که اجازه گرفتم نشونتون بدم. من یک فیلمی رو دوبله کردم به نام اسب‌های سفید شاهوار، که اینها بزرگترین و بهترین اسب‌های نمایشی دنیا هستند. کسانی رو که اسب دوست دارند و این حیوان رو ستایش میکنن، با دیدن این فیلم اصلا متحیر میمونند. خود من اینطور بودم که مگر این حیوان چه قدرتی داره که میتونه این همه فعالیت داشته باشه. اجازه میخوام قبل از اینی که خداحافظی بکنم در این لحظه از حضورتون و برم، از اتاق فرمان بخوام که اگر میشه یه 2 دقیقه ای از این
فیلم فردا شب رو که در خدمتتون هستم براتون پخش بکنه و از همینجا از حضورتون خداحافظی میکنم تا فردا شب. خواهش میکنم. اسبان سپید شاهوار. حکایت بشر هرگز نمیتوانست بدون وجود اسب به صورتی اینچنین بارور شود.